به نام خداوند بخشنده مهربان. دانش آموزان عزیز، دوستان گرامی، سلام گرم مرا پذیرا باشید. دوستان، در ادامه بررسی مباحث فصل چهارم فیزیک دهم رشته های ریاضی و تجربی، در این جلسه انبساط گرمایی و به ویژه انبساط طولی جامدات رو مورد بررسی قرار میدیم. بنابراین موضوع تدریس این جلسه ما انبساط گرمایی و انبساط طولی جامدات، انبساط گرمایی و انبساط طولی جامدات. اما دوستان، آیا میدونید چرا در برخی از فصلهای سال بعضی از درها در چارچوب خود گیر میکنن؟ آیا میدونید وقتی دندان پزشکا سوراخ دندانی رو پر میکنن، ملغمه جیوهی که برای پر کردن دندان از اون استفاده میکنن چه ویژگی مهمی رو باید داشته باشه؟ آیا میدونید چرا وقتی مهری باز نمیشه، بعضی مواقع برای باز کردن اون از گرما استفاده میکنن، مهره را حرارت میدن؟ وقتی که دوتا لیوان شیشه‌ای درون هم گیر میکنن، برای جدا کردن این دوتا لیوان چه کار باید کرد؟ شما چه پیشنهادی دارید؟ وقتی در فلزی یه بطری شیشه باز نمیشه، برای باز کردن در فلزی چه کار باید کرد؟ چه پیشنهادی دارید؟ خب دوستان، بعد از اتمام موضوع انبساط گرمایی، شما باید بتونید به این سوالات پاسخ بدید. اما انبساط گرمایی چیه؟ وقتی که جسمی رو گرم میکنیم، مثلا این خطکش، دمای این بالا میره. وقتی دماش بالا رفت، میبینیم که ابعادش بیشتر شده، یعنی طول، عرض و ضخامت این خطکش بیشتر شده، یعنی حجمش زیاد شده. خب بنابراین اکثر اجسام با افزایش دما حجمشون زیاد میشه، به این پدیده انبساط گرمایی میگیم. خب بعض از اجسام داریم، مثلا آب، وقتی که دمای اونو از 0 درجه سانتیگراد تا 4 درجه سانتیگراد بالا میبریم، به جای اینکه حجمش افزایش پیدا کنه، حجمش کاهش پیدا میکنه. خب پلاستیک ها هم وقتی که دماشون رو زیاد میکنیم، حجمشون افزایش پیدا نمیکنه. بنابراین استثناءهایی وجود داره که نسبت به بقیه خیلی کمن این موارد. بنابراین پدیده انبساط گرمایی رو بدین شیوه تعریف میکنیم، پدیده انبساط گرمایی. بیشتر اجسام با افزایش دما حجمشون افزایش پیدا میکنن. به این پدیده انبساط گرمایی میگویند. خب دوستان، چرا وقتی که یه گلوله فلزی رو حرارت میدیم، یعنی دماش رو بالا میبریم، حجمش زیاد میشه؟ چرا وقتی که دمای این گلوله رو کم میکنیم، حجمش کاهش پیدا میکنه، منقبض میشه؟ خب چرا؟ خب شما میگید وقتی دمای این گلوله فلزی بالا میره،
جنب و جوش مولکول هاش بیشتر میشه، نیروی بین مولکولی ضعیف میشه و در نتیجه منبسط میشه. خب بنابراین شما در فصل دوم خواندید که مولکول های یه جسم جامد حرکت نوسانی دارند که دامنه این حرکت نوسانی در دماهای پایین خیلی کمه. وقتی که به جسم گرما میدیم، یعنی انرژی میدیم، انرژی درونیش بیشتر میشه، در نتیجه جنب و جوش مولکول ها یا انرژی جنبشی مولکول ها بیشتر میشه و در نتیجه وقتی انرژی جنبشی مولکول ها بیشتر شد باعث میشه که نیروهای بین مولکولی ضعیف بشن و در نتیجه فاصله متوسط مولکول ها از هم دیگه بیشتر میشه و در نتیجه مولکول ها از هم دیگه فاصله میگیرند و در کل میتونیم بگیم که حجم جامد زیاد میشه و یا جامد منبسط میشه. و برعکس این، اگر دمای این گلوله فلزی پایین بیاد، جنب و جوش مولکول ها کم میشه، در نتیجه نیروهای بین مولکولی بیشتر میشن، فاصله متوسط بین مولکول ها کمتر میشه و در نتیجه جسم منقبض میشه و حجمش کمتر میشه. و در مایعات نیز همچنین، مایعات مولکول هاش حرکت کاتوره‌ای دارن، یه حرکت تصادفی و در هم و بر هم که غیر قابل پیش بینیه، اما به نسبت نیروی بین مولکولیشون از نیروی بین مولکول های گاز ها بیشتره، خیلی خیلی بیشتره. در نتیجه وقتی که دمای این مایع رو افزایش میدیم، جنب و جوش مولکول ها، انرژی جنبشی مولکول ها بیشتر میشه، حرکت کاتوریشون سریعتر میشه و این باعث میشه که نیروهای بین مولکولی ضعیفتر بشه و در نتیجه فاصله متوسط مولکول ها از هم بیشتر میشه. این یعنی حجم مایع افزایش پیدا میکنه و منبسط میشه. اما دوستان، وقتی که یه میله ای رو گرم میکنیم، یعنی دمایش رو افزایش میدیم و طول این میله در مقایسه با قطر اون خیلی خیلی بیشتره، انبساط حجمی این میله بیشتر به صورت انبساط طولی ظاهر میشه. وقتی که یه ورقه نازک فلزی رو حرارت میدیم، دماش بالا میره، انبساط حجمی بیشتر به صورت انبساط سطحی ظاهر میشه و بنابراین برای جامدات ما هم میتونیم انبساط طولی و هم انبساط سطحی و هم انبساط حجمی رو مورد بررسی قرار بدیم. بنابراین انبساط جامدات رو در سه بخش مورد بررسی قرار میدیم: انبساط جامدات، یک انبساط طولی جامدات، دو انبساط سطحی جامدات، سه انبساط حجمی جامدات. در این جلسه ما انبساط طولی جامدات رو مورد بررسی قرار میدیم. خب اگر میله جامدی رو داشته باشیم که طول آن نسبت به قطر اون خیلی خیلی بیشتره، خب در این موقع انبساط حجمی بیشتر به صورت انبساط طولی ظاهر میشه و اگر طول اولیه این میله L1 باشه در دمای تتا 1، خب اگر این میله را گرم کنیم، دماش رو به تتا 2 برسونیم،
طول میله بیشتر میشه و به L2 میرسه. خب از هر دو طرف منبسط میشه، اما ما نمیذاریم از طرف چپ این منبسط بشه، بنابراین تمام انبساط از طرف راست میشه. خب میله ما طولش زیاد میشه، طول ثانویه میله میشه L2 در دمای تتا2 و میزان انبساط طول یا میزان تغییر طول با دلتا L نمایش داده میشه. اما دلتا L میزان انبساط طولی میله به چه عواملی بستگی داره؟ این خیلی خیلی مهمه، بنابراین من اینجا می‌نویسم میزان انبساط طولی یک میله جامد. خب دیگه گاز و اینا، یعنی گاز و مایعات میله نمیشه ازشون تشکیل داد. خب بنابراین میزان انبساط طولی یک میله یعنی دلتا L به چه عواملی بستگی داره؟ به چه عواملی بستگی دارد؟ خب به نظر شما میزان انبساط طولی این میله به چه عواملی بستگی داره؟ میزان تغییرات دما، یعنی هرچی دماش بیشتر افزایش پیدا کنه تغییر طولش بیشتره، درسته؟ یک، میزان تغییرات دمای میله. خب میزان تغییرات دمای میله میشه دلتا تتا یا دلتا تی. خب هرچه دلتا تتا بیشتر باشه، یعنی بیشتر افزایش دما پیدا کنه، دلتا ال یعنی میزان تغییر طول یا میزان انبساط طولی میله بیشتره. و برعکس میتونیم اینو به صورت ریاضی هم بنویسیم، دلتا ال متناسب با دلتا تتا به یه رابطه مستقیمه. خب به چه عامل دیگه ای میتونه بستگی داشته باشه؟ جنس، یعنی شما میگید وقتی که دو تا میله آلومینیومی و آهنی داریم، این دو تا میله هم طول اگر به یک اندازه افزایش دما پیدا کنن، میله آلومینیومی ما بیشتر منبسط میشه. بله درسته، و میتونیم بنویسیم دومی عامل جنس میله. خب برای جنس میله در روابطمون آلفا قرار میدیم، کمیت آلفا بهش میگیم ضریب انبساط طولی میله که معرف جنس میله است، نماینده جنس میله است. هرچه آلفا یا ضریب انبساط طولی میله بیشتر باشد، تغییر طول میله یعنی دلتا ال بیشتره، و برعکس. اگر میله داشته باشیم آلفاش کم باشه، میزان تغییر طولش هم کم میشه. اگر این قسمت رو به صورت یه رابطه ریاضی بنویسیم، دلتا ال متناسب با آلفا. اما عامل دیگه ای که میزان انبساط طولی میله به اون بستگی داره چیه؟ خب به نظر شما اگر طول اولی میله بیشتر باشه، دلتا ال بیشتر نمیشه، درسته؟ خب بنابراین سومین عامل طول اولیه میله است. طول اولیه میله را با ال یک نمایش میدیم. هرچه طول اولیه میله یعنی ال یک بیشتر باشه، دلتا ال
نیز بیشتره و برعکس. خب به زبان ریاضی اینو می نویسیم دلتا ال متناسب با ال ای. بنابراین دانشمندان هنگام آزمایش متوجه شدند که دلتا ال میزان تغییر طول یه میله با طول اولیه میله با ضریب انبساط طول یه میله و با میزان تغییرات دمای میله رابطه مستقیم داره که خوشبختانه ثابت تناسب در اینجاییه که بنابراین میتونیم بنویسیم میزان تغییر طول یعنی دلتا ال برابر با ال یک ضرب در آلفای ضرب در دلتا تتا. این رابطه مهمیه که از این رابطه میتونیم میزان تغییر طول یک میله را به دست بیاریم. خب در اینجا اگر کمیت های موجود در این رابطه را بنویسم این میشه میزان تغییر طول میله یا میزان انبساط طولی میله. این میشه طول اولیه میله. این میشه ضریب انبساط طولی میله که معرف جنس میله است و دلتا تتا هم میزان تغییرات دمای میله است. اما اگر واحدهای کمیت‌های موجود در این رابطه را بنویسیم خب داریم دلتا ال برابر با ال یک آلفا دلتا تتا. خب واحد دلتا تتا چی میشه؟ درجه سانتیگراد. خب واحد این میشه درجه سانتیگراد. واحد ال یک طول اولیه میشه متر در دستگاه اس آر. واحد تغییر طول هم که متر میشه. خب اما واحد آلفا چی میشه؟ خب محاسبش کنید به دستش بیارید. خب چی رو به دست آوردید؟ بله درجه سانتیگراد. آفرین. بنابراین واحد آلفا میشه بر درجه سانتیگراد، بر درجه سلسیوس یا بر درجه سانتیگراد. خب اما عزیزان در اینجا دقت کنید، این دوتا باید هم واحد باشن. لازم نمی کنه که حتما بر حسب واحد دستگاه SI باشن، یعنی واحد اصلی. اگر این سانتی متر باشه این باید سانتی متر باشه، اگر این متر باشه این متر، این میلی متر این میلی متر. بنابراین این دوتا باید هم واحد باشن. این خیلی مهمه. خب حالا میریم رو قسمت بعد ببینیم چرا این دوست عزیزمون واحد ضریب انبساط طولی و بر درجه سلسیوس به دست آورد. خب رابطه را می نویسم دلتا ال مساوی با ال یک آلفا دلتا تتا. خب اگر در اینجا بیاییم آلفا را به دست بیاریم میشه دلتا ال ال یک دلتا تتا، یعنی دلتا ال بر ال یک دلتا تتا. خب از این رابطه ما میتونیم واحد آلفا را به دست بیاریم، واحد ضریب انبساط طولی میله. خب واحد آلفا برابر با واحد دلتا ال متر میشه، واحد ال یک متر، واحد دلتا تتا درجه سانتیگراد. بنابراین متر با متر حذف میشه، میشه یک، نه میشه یک، و واحد آلفا میشه بر درجه سانتیگراد. خب این یه واحد فرعی برای ضریب انبساط طولی، اما واحد اصلی ضریب انبساط طولی در دستگاه SI چیه؟ واحد آلفا
از این رابطه ما میتونیم به جای دلتا تتا دلتا تی قرار بدیم، چون واحد اصلی دما در دستگاه اس آی کلوینه. دلتا تتا با دلتا تی برابره. خب در اینجا اگر واحدهای اصلی دستگاه اس آی این کمیت رو بنویسم، واحد آلفا در دستگاه اس آی به دست میاد. خب واحد دلتا ال متر، واحد ال یک متر، واحد تغییرات دمای مطلق میشه کلوین. بنابراین این دوتا با هم دیگه میرن میشه بر کلوین. بنابراین این خونده میشه بر درجه سلسیوس و این بر کلوین. بنابراین ضریب انبساط طولی واحدش در دستگاه اس آی بر کلوین، واحد ضریب انبساط طولی میله در دستگاه اس آی چیه؟ بر کلوینه. اما عزیزان این دوتا واحد معادل هم هستند، یعنی بر درجه سانتیگراد یک بر درجه سانتیگراد برابر با یک بر کلوین. این دوتا واحد معادل. خب اما ضریب انبساط طولی میله به چی بستگی داشت؟ به جنس میله. آیا میدونیم به چه عامل دیگه هم بستگی داره؟ خب ضریب انبساط طولی یک میله به دو عامل بستگی داره. خب یکیشون که جنس میله است، دیگری هم دمای میله است. وقتی که دمای میله تغییر میکنه، این آلفا یعنی ضریب انبساط طول میله نیست، تغییر میکنه. اما این تغییرات بسیار ناچیزه، بنابراین میتونیم در روابطمون از تغییرات ضریب انبساط طولی میله بر حسب دما چشم پوشی کنیم. خب بنابراین در این کتاب، یعنی در کتاب دهم، ضریب انبساط طولی میله نماینده جنس میله است. خب میریم مسائلی رو راجع به این رابطه حل میکنیم، اما قبل از اینکه بریم مسئله اول رو حل کنیم، طول ثانویه از چه رابطه‌ای به دست میاد؟ خب میشه چی؟ میشه الیه که به اضافه دوتایل. خب درسته، طول ثانویه برابر با ال یک به اضافه دلتا ال. خیلی واضحه، این ال دویه، میشه چی؟ میشه ال یک به اضافه دلتا ال. بنابراین من مینویسم ال دو برابر با ال یک به اضافه دلتا ال، یعنی طول ثانویه میره میشه طول اولیه به اضافه میزان تغییر طول، میزان تغییر طول میله. اما دلتا ال شد ال یک آلفا دلتا تتا. خب از این دوتا میتونیم نتیجه بگیریم، ال دو برابر با ال یک به اضافه دلتا ال هم میشه ال یک آلفا دلتا تتا. خب میتونیم از ال یک فاکتور بگیریم، میشه ال یک. خب ال یک تقسیم بر ال یک میشه یک، این جمله اگر تقسیم بر ال یک بشه میشه آلفا دلتا تتا. بنابراین به دست میاد ال دو برابر با ال یک، یکی به اضافه آلفا دلتا تتا. این رابطه خیلی مهمیه
که از این رابطه میتونیم طول ثانویه میله رو به دست بیاریم. ار دو طول ثانویه میله ار یک طول اولیه میله ضرب در این عبارت میشه. این یکی که یه عدده و این هم ضریب انبساط طولی میله است و دلتا تتا هم که میزان تغییرات دمای میله است، میزان تغییرات دمای میله. اما عزیزان ضرب بر جمع تقدم داره، یعنی عمل ضرب بر عمل جمع تقدم داره. شما در این پرانتز باید ابتدا آلفا دلتا تتا را محاسبه کنید و به اضافه یک کنید، بعدا ضرب در الیه. اما واحدهای کمیتهای موجود در این رابطه، دلتا تتا میشه درجه سانتیگراد، اینم میشه بر درجه سانتیگراد. این دوتا با هم دیگه حذف میشن، این بدون واحد میشه، این هم عدد بدون واحد، یعنی کلن این عبارت بدون واحده. بنابراین ال یک هر واحدی داشته باشه، ال دو نیز همان واحد رو داره، بنابراین این دوتا باید هم واحد باشن، یعنی این سانتیمتر اینم باید سانتیمتر باشه، این متر اینم متر، این میلیمتر این میلیمتر. دیگه اگر هم واحد باشن نیازی به تبدیل واحد نیست. مسئله اول ما میگه برای جلوگیری از خم شدن ریل های راه آهن در اثر افزایش دما بین آنها فاصله میگذارند. خب ریل های راه آهن رو بدین صورت میچینند. خب در اینجا یک قسمت داریم که فاصله اون با قسمت بعدی ریل برابر با دی. خب باز هم این قسمت با قسمت بعدی فاصله اش دیه. خب وقتی دمای محیط خیلی زیاد میشه، مثلا در تابستان، خب این تکه ها منبسط میشن، بنابراین باید فضای خالی واسه انبساط بذاریم. اگه این فضا نباشه ریل ها به هم دیگه فشار وارد میکنن و در نتیجه این ریل ها خم میشن. خب اگر طول هر ریل در روزی که نصب میشه، طول هر قسمت برابر 20 متر باشه، خب طول هر قسمت یعنی طول اولیه هر قسمت 20 متره، اما در روزی که نصب میشه دمای هوا 25 درجه سانتیگراده، یعنی دمای ریل ما هم 25 درجه سانتیگراده. خب بدن یه ضریب انبساط طولی آهن، جنس ریل آهنه، ضریب انبساط طولی آهن یا FE برابر با 12 ضرب در 10 به توان منفی 6 بر کلوین یا بر درجه سانتیگراد یا سلسیوس، که این دو واحد معادل این دیگه هستن. خب قسمت الف میگه حداقل فاصله خالی بین دو ریل چند سانتی متر باشه تا در دمای حد اکثر 55 درجه سانتیگراد راه آهن آسیب نبینه. خب این فاصله خالی حداقلش چقدر باید باشه؟ دیه مینیمم چند سانتی متر بر حسب سانتی متر تا در دمای حد اکثر محیط، این دمای حد اکثر در این منطقه 55 درجه سانتیگراد این در تابستانه. خب دمای ریل ها به 55 میرسه. اما قسمت بی میگه، قسمت بی میگه اگر دما در سردترین شب سال به منفی 25 درجه سانتیگراد برسه، در زمستان دمای محیط یا دمای ریل به منفی 25 درجه سانتیگراد میرسه،
فاصله خالی دوره مجاور چند سانتی متر میشه؟ خب وقتی که دما کاهش پیدا میکنه این ریل ها منقبض میشن، در میشه فاصله خالی زیاد میشه و در نتیجه دی میشه ماکسیموم. فاصله ماکسیموم بین دو ریل چند سانتی متر میشه؟ چون دیگه دما در این منطقه از این پایین تر نمیاد. خب اگر دقت کنید از ما حداقل این فاصله رو خواسته. خب وقتی که این قسمت یا این قسمت منبسط میشه از هر دو طرف منبسط میشه، یعنی وقتی دماش زیاد میشه و منبسط میشه از هر دو طرف منبسط میشه و این تیکه هم همینجوریه، وقتی که منبسط میشه از هر دو طرف منبسط میشه. بنابراین نصف انبساط این تکه از طرف چپه و نصف انبساط این تکه از طرف راسته. بنابراین حداقل این فاصله باید با میزان انبساط طولی این قسمت برابر باشه و اگر از این کمتر باشه این فاصله، از انبساط طولی این قسمت کمتر باشه یا یک قسمتش کمتر باشه، اون موقع ریل ها خم میشن و به ریل ها فشار وارد میاد و ریل ها خم میشن. بنابراین دی مینیموم ما حداقل فاصله باید با میزان انبساط طولی یک قسمت از این ریل برابر باشه. خب دلتا ال هم از چه رابطه ای به دست میاد؟ خب از چه رابطه ای؟ از رابطه ال یک آلفا دلتا تتا. بنابراین دلتا ال میشه ال یک آلفا دلتا تتا. خب اما در اینجا ال یک رو داریم، آلفا رو هم داریم، دلتا تتا. خب دلتا تتا رو ابتدا به دست میاریم، این رابطه یک ما باشه. خب دلتا تتا میشه تتا دوی منهای تتا یک. خب تتا دو میشه 55، تتا یک میشه 25، این میشه 30 درجه سانتیگراد. خب بنابراین در رابطه یک اعداد داده شده رو قرار میدیم، دلتا ال برابر با ال یک 20 متر. خب اما برای اینکه دلتا ال بر حسب سانتی متر به دست بیاد باید ال یک هم سانتی متر باشه، یعنی این دوتا باید در این رابطه هم واحد باشن، این متر این متر، این سانتی متر این هم سانتی متر. خب در اینجا دلتا ال رو بر حسب سانتی متر خواسته، بنابراین ال یک رو بر حسب سانتی متر قرار میدیم. خب 20 متره، 20 ضرب در 100 میشه 2000 سانتی متر. خب این میشه 2000 ضرب در آلفا 12 ضرب در 10 به توان منفی 6. دلتا تتا در تابستان میشه 30. خب در اینجا میتونیم ادامه بدیم، این میشه 6 ضرب در 12. خب میشه 72 ضرب در 10 به توان مثبت 4 ضرب در 10 به توان منفی 6 سانتی متر. این میشه 72 ضرب در 10 به توان منفی 2 یا 72 صدم سانتی متر. بنابراین فاصله بین دو ریل، این فاصله خالی باید حداقلش 72 صدم سانتی متر باشه. از این کمتر باشه به ریل ها فشار وارد میاد و در نتیجه ریل ها خم میشن، و از این بیشتر باشه مشکل چندانی پیش نمیاد. بنابراین دی مینیمم برابر با دلتا ال برابر با 72 صدم سانتی متر. خب این قسمت ال. اما قسمت ب،
نسبت به دما کم میشه. وقتی دما در زمستان کم میشه، خب این میره منقبض میشه، اینم منقبض میشه، یعنی از هر دو طرف منقبض میشن. بنابراین نصف انقباض از مثلا نصف انقباض این میله یا این ریل از طرف راسته، نصف انقباض این یکی هم از طرف چپه. بنابراین فاصله ای که به این فاصله اضافه میشه دقیقا برابر با میزان انقباض یک قسمت از این ریله. خب بنابراین ما باید حد اکثر فاصله بین دو ریل رو به دست بیاریم. این حد اکثر فاصله یعنی دی ماکزیمم برابر با دی مینیمم به اضافه میزان انقباض یک قسمت از ریل میشه دلتا ال پریم. اما قدر مطلق قرار میدیم، بعدا میبینی که این منفی به دست میاد یا برابر با، من اینجا مینویسم دی ماکزیمم، خب دی مینیمم میشه دلتا ال به اضافه دلتا ال پریم. این میزان انقباض یک قسمت از ریل. بنابراین دلتا ال پریم رو باید به دست بیاریم. ابتدا دلتا تتا رو در این قسمت به دست میاریم. در زمستان میشه تتا دوی منهای تتا یک. تتا دو منفی 25 منهای تتا یک 25، یعنی میشه منفی 50 درجه سانتیگراد. دمای ریل 50 درجه سانتیگراد پایین میاد. بنابراین طبق رابطه دلتا ال داریم، دلتا ال میشه ال یک آلفا دلتا تتا. خب در اینجا ما میخوایم دلتا ال پریم رو حساب کنیم. دلتا ال پریم برابر با، خب اینو باید بر حسب سانتی متر به دست بیاریم. بنابراین ال یک هم باید هم واحد با اون باشه، یعنی سانتی متر باید باشه. میشه 2000 سانتی متر یا 2 ضرب در ده به توان مثبت 3 آلفا 12 ضرب در ده به توان منفی 6 دلتا تتا میشه منفی 50. خب اگر دقت کنید این 12 رو می نویسم میشه منفی 12 ضرب 10. خب این منفی 12 رو نوشتم، این میشه 10 به توان منفی 3 و 50 ضرب در 2 میشه 100، بنابراین میشه 10 به توان مثبت 2. بنابراین دلتا ال پریم برابر با منفی 12 ضرب در 10 به توان منفی 1، یعنی میشه منفی 1.2 سانتی متر. یعنی هر قسمت 1.2 سانتی متر طولش کاهش پیدا میکنه. 0.6 از این طرفه، 0.6 دیگرش از این طرفه، یعنی این قسمت 0.6 از این طرف منقبض میشه و این قسمت 0.6 منقبض میشه، یعنی جمع انقباض، یعنی به فاصله خالی این قسمت 1.2 سانتی متر اضافه میشه. بنابراین در رابطه مثلا دو قرارش میدیم، در رابطه دو میتونیم این اعداد رو قرار بدیم. حد اکثر فاصله خالی دو ریل مجاور هم برابر با دلتا ال 72 سانتی متر به اضافه دلتا ال پریم میشه منفی 1.2 سانتی متر. این قدر مطلق داره، بنابراین میشه 72 به اضافه 1.2. خب در اینجا 1.2 به اضافه 72 میشه 1.92
سانتی متر. اما مسئله بعدی ما، مسئله بعدی ما میگه طول یک میله آلومینیومی 50 سانتی متر و دمای آن تتا درجه سانتیگراده. خب طول اولی میله رو داده L1 برابر با 50 سانتی متر، دمای اولی اون تتایه. خب اگر دمای میله، یعنی دمای میله تتا دو به 70 درجه سانتیگراد برسه، دمای ثانوی میله 70 درجه سانتیگراده، طول آن 69 صدم میلی متر افزایش مییابد. این میزان تغییر طوله، میزان تغییر طول 69 صدم میلی متر، طول اولیه سانتی متره. بنابراین باید این دوتا را به دیگه تبدیل کنیم، یکیشون را به دیگری. و در اینجا من سانتی متر رو به میلی متر تبدیل می کنم، این میشه 50 یه سانتی متر 10 میلی متر برابر با 500 میلی متر. بنابراین طول اولی ما 500 میلی متر و میزان تغییر طول 69 صدم میلی متر. دمای اولیه میله چند درجه سلسیوس بوده؟ دمای اولیه میله تتا 1 برابر با چند درجه سانتیگراد؟ ضریب انبساط طولی آلومینیوم هم هست، 23 ضرب در 10 به توان منفی 6 بر درجه سانتیگراد یا بر کلوین، چون این دوتا واحد معادل همن. خب اگر دقت کنید دلتا ا رو داریم، ال یک رو داریم، آلفا رو داریم، میتونیم دلتا تتا را حساب کنیم. رابطه ما میشه دلتا ال برابر با ال یک آلفا دلتا تتا. دلتا ال میشه 69 صدم، میشه 69 ضرب در 10 به توان منفی 2. ال یک میشه 500 میلی متر، میشه 5 ضرب در 10 به توان مثبت 2. آلفا 23 ضرب در 10 به توان منفی 6. دلتا تتا مجهوله. خب در اینجا ما میتونیم بنویسیم دلتا تتا برابر با 69 ضرب در 10 به توان منفی 2، این هم میشه 5 ضرب در 23 ضرب در 10 به توان 2 ضرب در 10 به توان منفی 6 میشه 10 به توان منفی 4. خب در اینجا اگر دقت کنید این میشه 23 با 23 میشه 1، 69 تقسیم بر 23 میشه 3. خب در نتیجه ما داریم این میشه 3 پنجم ضرب در، این میاد بالا میشه 10 به توان مثبت 4 میشه 10 به توان مثبت 2، یعنی میشه 300 تقسیم بر 5. خب این میشه 60 درجه سانتیگراد. خب میزان تغییرات دما، خب میزان تغییرات دما میشه دمای ثانوی منهای دمای اولیه. تغییرات دمای ما 60، تتا 2 ما 70 منهای تتا 1، در نتیجه تتا 1 به دست میاد میشه 70 منهای 60 میشه 10 درجه سانتیگراد، یعنی دمای اولیه این میله 10 درجه سانتیگراد بوده. بنابراین گزینه دو درست. مسئله بعدی ما میگه دمای یک میله فلزی را از 20 درجه سانتیگراد به 120 درجه سانتیگراد رسانده ایم. خب دمای اولی میله 20 درجه سانتیگراده، دمای ثانوی میله 120 درجه سانتیگراده. میگه طول آن نیم درصد افزایش یافته است. افزایش طول نیم درصد. خب ضریب انبساط خطیان را پیدا کنید. ضریب انبساط طولی یا خطی میشه چند بر درجه سلسیوس. خب میزان افزایش طول نیم درصده، یعنی اگر طول اولیه را تقسیم بر صد کنیم یه درصدش به دست میاد، ضرب در نیم هم بشه این میشه میزان افزایش طول. طول اولیه تقسیم بر صد 1%، ضرب در نیم، نیم درصدش به دست میاد. نیم درصد طول اولیه افزایش طول داشته، بنابراین میتونیم بنویسیم
این میشه 5 دهم. خب میشه 5000 هزارم الی. خب رابطه دلتا ال رو می نویسم، دلتا ال برابر با الی یک آلفا دلتا تتا. خب دلتا تتا رو نیز باید حساب کنیم. دلتا تتا در اینجا میشه تتا 2 منهای تتا 1، میشه 120 منهای 20، میشه 100 درجه سانتیگراد. میزان تغییر دمای میله. دلتا ال رو جایگذاری میکنیم، دلتا ال میشه 5000 ال یک برابر با ال یک رو که نداریم، آلفا رو نیز نداریم، دلتای تتا میشه 100. بنابراین در اینجا چون کلن بین اینا ضربه ال یک با ال یک میره، اگر طرفین رو بر ال یک تقسیم کنیم این دوتا با هم میرن، بنابراین آلفا میشه 5000 تقسیم بر 100. خب این میشه 5 تقسیم بر 100 هزار، میشه 5 100 هزار، یعنی 10 به توان مثبت 5. میشه 5 ضرب در این میره بالا، میشه 10 به توان منفی 5 بر درجه سانتیگراد. یعنی در اینجا ضریب انبساط طولی میله 5 ضرب در 10 به توان منفی 5 بر درجه سانتیگراد.